هنوز جهان با پدیده به نام توزیع برابر فرصت برای ریشه‌کنی فقر دست به گریبانه و فقر هنوز چهره خودش رو نشون میده، چهره زشت خودش رو، و فقرا دارن تعدادشون بیشتر میشه. به نظر شما چطور میشه با فقر مبارزه کرد؟ بیاین روی خط و نظرات خودتون رو با ما مطرح کنین با شماره تلفن 202-260-7110. میتونین تلفن هاتون رو از طریق چت زنده فیسبوک روی خط یا از طریق ایمیل برای ما ارسال کنین تا همکارانم با شما تماس بگیرن. همینطور میتونین از طریق فیسبوک، اینستاگرام و توییتر و همینطور چت برنامه روی خط با ما همراه باشین. اسکایپ رو فراموش نکنین، صوتی، تصویری و نوشتاری. من روزیتا ایراندوست در یک ساعت پیش رو با شما همراه هستم با برنامه روی خط از بخش فارسی صدای آمریکا. مسعود سفیری هستم با برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا در روز جهانی مبارزه با ریشه، روز جهانی ریشه کنی فقر در جهان. باید با فقر چگونه مبارزه کرد؟ دولت ها میگن برنامه دارن، نهادهای بین المللی زیادی وجود دارن که دستورالعمل های متفاوتی رو برای دولت ها می نویسن تا از حجم فقرا در جهان کاسته بشه، تا شهروندان که در جهان در کشورهای مختلف تحت حکومت‌های مختلف زندگی می‌کنن بتونن فرصت برابر داشته باشن برای رسیدن به ثروت، به کار. دلیل اصلی رشد فقر در جهان چیه به نظر شما؟ دلیل اصلی رشد فقر در ایران چیه؟ به ویژه در سال‌های اخیر از خط فقر مطلق، از خط فقر در شهرهای بزرگ، شهرهای کوچک و روستاها صحبت میشه. بیاین روی خط در ساعت پیش رو از طریق راه‌های ارتباطی که اعلام شده و دیدگاهاتون رو با ما به اشتراک بذارین. اول گزارشی رو که همکارم سامان پژوهان آماده کرده با هم می‌بینیم، بعد برمیگردیم به دیدگاه‌های شما. توزیع برابر و یا منصفانه درآمد در جهان هنوز دغدغه اصلی دولت هاست تا از دامنه فقر بکاهد. شیوه فقرزدایی و تولید سرمایه، مهمترین تضاد مکتب سرمایه‌داری و سوسیالیستی یا همان جناح‌های چپ و راست اقتصادی محسوب می‌شود. اردوگاه اول، کاهش تصدیگری دولت، عرضه مشوق‌های مالیاتی برای کارآفرینان و به تبع آن توسعه اقتصادی را عامل فقرزدایی می‌داند و اردوگاه دوم، با لزوم تشدید مالیات اقشار پردرآمد، افزایش حداقل دستمزدها و ارائه خدمات اجتماعی و بیمه همگانی و اقشار آسیب‌پذیر تأکید دارد. در ایران، جناح‌های چپ و راست سیاسی الزاماً از تعاریف بین‌المللی تبعیت نمی‌کنند و جناح چپ یا اصلاح طلب بیشتر به بازار آزاد و رفع تصدیگری دولت بر اقتصاد گرایش دارد و در عوض جناح راست مبتکر طرح‌های پرداخت یارانه مستقیم، سهمیه بندی سوخت و حفظ انحصارات دولتی و شبه دولتی و تعرفه‌های گمرکی است. در عمل نیز مخلوطی از راهبردهای سرمایه‌داری و عامل منفعه به اجرا گذاشته می‌شود. ارزیابی‌های ما نشان می‌دهد که خط فقر در شهر تهران برای یه خانواده 5 نفره، ارزیابی‌هامون نشان می‌دهد که حدود 3.5 میلیون نیاز حداقل یک خانواده است. البته شامل همونطور که عرض کردم خط فقر مطلق، یعنی حداقل های زندگی که می تواند بدون وجود عوامل مخل، مثل اینکه اگر یه خانواده ای هزینه های عادی زندگیش رو در واقع فقط تشکیل میده، اگر یه خانواده ای مثلا یک فرد معلول داشته باشن یا یک کسی دچار بیماری کلیوی باشه، هزینه های اضافی بر این خط هم باید که افزوده بشه. کارشناسان اقتصادی
فساد مالی و ساختاری را نیز یکی از عوامل دیگر توزیع ناعادلانه موقعیت‌های اقتصادی در کشور می‌دانند. حالا بحث اصلی در اقتصاد جهانی، توسعه اقتصادی پایدار ضمن حفظ محیط زیست است. اهدافی که رسیدن به آنها برای کشورهای در حال توسعه مانند ایران به تلاشی ملی و حمایت جهانی نیاز دارد. سامان پژوهان، صدای آمریکا. کاربران در شبکه‌های اجتماعی موارد خیلی متعددی رو اشاره کردن که عوامل پیدایش فقر در جامعه است و باعث گسترش فقر میشه. یکی از مهمترین موارد که اشاره کردن سوء مدیریت‌ها بوده و فسادهای حکومتی و حکومت‌های استبدادی که دامن میزنه به این مسئله. معتقد هستن که با مدیریت صحیح میشه از منابع موجود استفاده درست کرد. در طول برنامه حتما مرور می‌کنیم. تلفن برنامه رو فراموش نکنین، 202-260-7110. همینطور اسکایپ برنامه تماس بگیرین، همکارانم شما رو در برنامه وصل میکنن تا نظرتون رو با ما در میان بذارین. آقای اعظمی از قوچان روی خطین، بفرمایید. با عرض درود به جناب عالی و کلیه همکارانتان در این کانال و همچنین کلیه بینندگان عزیز ایرانی، بفرمایید. جناب سفیری، بخش مهمی از فقر معلول ظلم و بهره کشی و استعمار و استثمار در جهان میباشد که از میان بیش از 180 کشور جهان، حدود 25 کشور جهان که حتی به اندازه 10% منابع نفت و گاز و دیگر معادن ایران را هم ندارند، ولی به لحاظ داشتن نمایندگان با سواد و دلسوز و با لیاقت در مجلس قانونگذاری و همچنین در قوه مجریه و رهبران سیاستمدار دلسوز در بالاترین درآمد سرانه قرار گرفتند، ولی ملت کشور ایران عزیز به خاطر نداشتن مدیران با لیاقت و دلسوز و زحمتکش در اکثر سازمان‌ها و نهادها، اما دولتی و غیر دولتی، در اکثر وزارتخانه‌ها و مجلس قانونگذاری، بخصوص در نظام بانکداری رباخار، همواره افراد مستضعف و ضعیف که نیاز مالی به تسهیلات بانکی دارند را با دریافت بهره‌های بالای 20 تا 35% با در بالاترین و بیرحمانترین ظلم و بهره‌کشی و استعمار و استثمار را در حق این نیازمندان به تسهیلات با اسمهای بظاهر اسلامی در قالب وجود اسلامی، از جمله مشارکت و مضاربت و مضاربه و سلف و جاله و غیره، مثل زالو خون این افراد نیازمند را میمکن. و در نهایت این ثروت‌های نابحق و بادآورده انباشته شده در بانک‌ها توسط افراد با نفوذ و نورچشمیان نظام، از جمله برادر محسن رفیق دوست، شهرام جزائری، مهافرید خسروی و خاوری و بابک زنجانی و فرزندان مسئولین در رأس نظام، از جمله فرزندان احمد مقدم مسئول نیروی نظامی، فرزند قالیباف شهردار تهران، اختلاس می‌گردد. و الباقی مانده تای حساب بانک‌ها نیز توسط خود مدیران و مسئولین بانک‌ها، از جمله بانک المیزان و انصارالحجاج. آقای اعظمی سپاسگزارم، اما بفرمایید خیلی کوتاه چه باید کرد؟ جناب سفیری، ببینید اینا کسری بودجه که به وجود میاد، این کسری بودجه رو باید از همینا که اختلاس کردن و دزدی کردن بگیرن، ولی متاسفانه باید با افزایش چندین برابری قیمت بنزین و گازوئیل و قبوز آب و برق و گاز و تلفن و مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم، از جمله مالیات بر ارزش افزوده، از این ملت بیچاره و بدبخت که همواره در این 37 سال توی صف رای دادن و دریافت کوپن و ارزاق عمومی بودن دریافت می‌کرد و الباقی درآمد مانده تای خزانه را نیز هزینه جنگ در لبنان و فلسطین و یمن و ممنونم و آقای اعظمی، ممنونم. صابر از ایران با اسکایپ روی خطیم، بفرمایید. صابر از ایران با اسکایپ. سلام جناب سفیری. سلام بر شما جناب سفیری. به نظر من اینی که حالا فرق توی دنیا وجود داره و یه چیزی هست که همه بهش تاکید میکنن، خب علتش هم اینه که ثروت دنیا در دست 1% از مردم هست و 99% دیگه در فقر هستن. در کشور ما هم در ایران، از موقعی که این دولت آقای روحانی سر کار اومده، به جهت اینه که کارخونه ها و اون چیزهای تولید ملی ما تعطیل شده و همه چشم و امیدها به آمریکا بسته این دولت من. اینه که بیشتر آقای صابر ببخشید، میتونین میشه بگین که ظرف 4 سال چجوری ممکنه تولید یک مملکت نابود بشه؟ نابود که نشده، حالا یک
فقر توی 4 سال بیشتر شده. یعنی چرا؟ هشت سال، 4 سال قبلش که قبل از این دولت که شما میفرمایید که چشم امیدش به غرب بسته، دولت‌های دیگه هم سر کار بودن. مسئولیت اون دولت‌ها در قبال تولید ملی چی میشه؟ من میگم آقای روحانی اومد همه تخم مرغ‌هاش رو گذاشت توی سبد غرب و آمریکا، و اینی که چشم امید از جوانان و تولید داخلی رو بست، این بود که خلاصه تو این زمینه فقر بیشتر شد. ممنونم که اومدین روی خط. اختلاف دیدگاه ها در این مورد، بسیار امیدوارم که برنامه رو دنبال بکنید و گوش بکنید و بیاین روی خط و نظرتون رو بگین. روزتا مینو از کاربران فیسبوک میگه عوامل مختلفی باعث وجود فقر میشه که ابتدا باید علت رو جویا بشیم و بعد به سراغ راه حل بریم. یکی از موارد جنگ‌های داخلی بوده که مینو بهش اشاره کرده و سوریه رو مثال زده و میگه عدم مدیریت و توانایی صحیح در اداره امور یک جامعه از عوامل دیگه‌ایه که تعریف این عدم توانایی رو میشه از استفاده نادرست از بهره‌وری منابع طبیعی و تقسیم ناعادلانه ثروت بین اقشار مختلف یک سرزمین عنوان کرد و میگه همین عوامل زیاد میتونه دامن بزنه به بیکاری و همینطور رکود اقتصادی که بیشتر هم گریبان قشر ضعیف جامعه رو میگیره. جمشید معتقد ناموفق بودن مسئولین ایرانی در مدیریت باعث شده که ایران یکی از موفق ترین کشورهای دنیا در فراهم کردن بستر فقر بشه. سعید از کاربران اینستاگرام روی خط میگه بخشی از مسئولیت به عهده حاکمیت، بخش دیگه به عهده خانواده ها، و معتقد حاکمیت حکومت ها باید با اصلاح یا تغییر سیاست های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خودشون فقر رو در کشورها از بین ببرن. و در رابطه با مسئولیت خانواده ها معتقده که با سیاست کنترل جمعیت هزینه های خودشون و همینطور حاکمیت رو میتونن خانواده ها پایین بیارن. میگه البته حاکمیت میتونه با وضع قوانین بازدارنده عملکرد خانواده ها رو نظارت کنه، مردم هم میتونن با قدرت رأیی که دارن حکومت ها رو کنترل بکنن. و میگه اگر میبینیم بعضی کشورها سالیان متمادی هستش که در فقر به سر میبرن، عمدتا به دلایل عدم نظارت صحیح حاکمیت ها و رأی اشتباه مردمه. اگر تمایل دارین در برنامه امشب شرکت کنین، تلفن برنامه رو فراموش نکنین. 202-260-71-10 تلفن برنامه از سکایپ هم میتونین از طریق سکایپ به صورت صوتی، تصویری و نوشتاری با ما همراه باشین. در ادامه برنامه روی خط با ما همراه باشین. سمنان روی خط هستین، بفرمایید. الو. سلام، بفرمایید. الو. سلام جناب سفیر، خدمت شما و خانم ایرانی و تمام بینندگان عزیزتون. من عرضم اینجوری شروع کنم جناب سفیر که ما اول از همه که ما در تقویم ایران در سالنامه ما چیزی به نام روز جهانی فقرگزاری یعنی 17 اکتبر وجود نداره. یعنی چیزی اصلا درج نیستش و ما این مقوله رو باشی که برخورد ملی در زندگی مردم ما باش وجود نداره و حکومت ما خود نشانه اینه که هیچ تمایلی به فقرگزاری و شرکت در این افکار جهان شمول نداره. خب این هم جای خیلی تعجب نداره آقای سفیری بینندگان عزیز، بخاطر اینکه خب بله تقویمی که درونش روز تجلیل از امثال
نواب صفوی در شده آقای آراده اجازه بدین از بحث دور نشیم لطفا، خواهش میکنم برگردیم به همین بحث. نکته مهمی رو اشاره کردین که حتی در تقویم ملی ثبت نشده، فکر میکنین که راهش چیه؟ نقش مردم چیه؟ نقش NGO ها چیه؟ ببین NGO ها، ببین ما NGO های فکری نیاز داریم. فقر مادی مردم جناب سفیری آخرین پوسته وضعیت فقره. ما فقر ما از کجا؟ این یه نشانه بزرگی در کشور ما، در تمام کشورهایی که حکومت های ارتجایی وجود داره، حکومت های دیکتاتوری و تکبودی وجود داره، این شکل بیرونشه. شکل فقر یه نشانه است. ما باید این نشانه رو درکش کنیم. مردمی که برای گریز از فقر و رسیدن به ثروت، فرهنگ، تمدن، تاریخ، داشته‌های خودشون رو فراموش می‌کنن و به دنبال یک حکومت و افکار و مکاتب پوسیده و نخنمای که در دنیا هیچ گونه خروجی و هیچ گونه ماحصل درست و انسانی متعالی و روشن و مترقی ندارن را میفتن به خاطر عدم فکر کردن این جامعه است. ما کلیت خروجی افکار یک جامعه رو در نظر بگیریم. ثروت و داری و نداری یک جامعه برپای افکار اون جامعه به وجود میاد. حکومت ها رو مردم اون جامعه انتخاب میکنن. جناب سفیری ما در انتخاب حکومت هامون اشتباه کردیم. ممنونم که اومدین روی خط، چون فرصتمون کمه و بیننده های زیادی پشت خط هستن. از شما عذرخواهی میکنم. حامی از ایران با اسکایپ روی خطیم، بفرمایید. سلام. سلام بر شما آقای سفیری. من اولا تشکر میکنم از شما که فرصت رو به من دادید. من میخوام بگم خب مسئله ریشه‌کنی فقر در این روزی که نامگذاری شده خب در سطح جهان هست و مطمئنا همه جای جهان هر فقیری که باشه دل ما را می‌آزارد. این که آقای ترامپ تو همین روزا فرمودن که آمریکا کشور فقر و خشونت، یعنی آمریکا رو گفته یعنی فقر و خشونت داخل. اجازه بدین آقای حامی، اجازه بدین شما از این فرصت خودتون استفاده کنین در مورد بحث ایران بحث بکنین، در مورد هموطناتون بحث بکنین آقای. این بسیار نکته مهمیه. ببینید این انقدر در این کشور آزادی هست که میان واقعیت‌های پشت تلویزیون میگن. شما اجازه بدین من نکته رو خدمتتون عرض بکنم. خودشون رو نقد میکنن، پنهان نمیکنن. فقر زیر پوست نیست، میگن که باید مشکلات رو حل بکنیم. مشکلات پنهان چی؟ شما چند تا برنامه در تلویزیون سراسری ایران که شما زندگی میکنید در اون میبینید که در این روز اومدن برنامه تهیه کردن و راه حل ارائه دادن؟ بله آقای سفیری، الان فقری که در ایران هست بخوایم صحبت کنیم یا در کشورهای منطقه، باز برمیگرده به همون حرف آقای ترامپ که میگه جنگ و ویرانی رو آمریکا برای دنیا آورده. از مسیر یعنی دور شدین آقای حامی. من عذرخواهی میکنم از شما، خواستم که برگردین تو بحث شرکت کنین ولی بحث رو سیاسی کردین. فرهاد از لس آنجلس روی خطیم، بفرمایید. درود به شما خانم ایرانزاد و تیم روی خط. من همیشه این آقای اعظمی که صحبت میکنم واقعا لذت میبرم هر چیزی که میکنم. جناب سفیری، ما چندین سیستم اقتصادی داشتیم که کمونیست حالا به هر دلیلی که اینجا جاش نیست فعلا رفت. سوسیالیست ما داریم و کپیتالیست داریم و بورژوا کمپرادور یا سرمایه‌داری وابسته مثل کشورهای ما. ببینید سوسیالیست که بهترین نوع حکومته توی اروپا، اروپای شمالی واقعا نگینش اونجاست، برای همه مردم حداقلی رو در نظر گرفته. از کسی که سرمایه داره پول در میاره میگیره و بقیه تقسیم میکنه، همه امکانات برای همه است. همین آمریکا هم که این آقا که گفتن برای هر نفر که هیچ کاری نکنه $800 میدن، پول بیمه‌شو میدن، وقتی نداشته باشه اتفاقا رفاه بیشتری داره. حالا یه سری هستن که همیشه به خاطر اینکه اعتیاد دارن توی خیابون هستن، اون ربطی به این نداره. من میخوام بگم که این سر حکومت کپیتالیست یا سرمایه‌داری هم اومده یه چیزایی رو در نظر گرفته، میگه اگه ما بقیه مردم رو، کارگرا رو مثل یه گاو فرض کنیم، این فقط فرضیه است، باید به اونا علوفه، گنجه و جایی برای خوابیدن داشت، باید اون زنده باشه که ما بتونیم از گوشت و شیر و پوست اون استفاده کنیم و حداقلی به اونها میده. ولی یه حکومتی مثل ایران که به نظر من ثروتمندترین کشور به لحاظ داشتن فسیل‌ها، معادن زغال سنگ، مثل در دنیا هستش، حیرت بوه یعنی بوه زده میکنه انسانو که از هر 5 نفر یک نفر فقیر باشن. این هم به دلیل اینه که سران حکومت 100% کارشناس نیستن، آدمای بی سواد هستن و تمامیت خواه هستن.
همه چی رو برای خودشون میخوان، حداقل ها رو برای جامعه فراهم نمی کنن و اینها یک مش دلال هستن و بخر بفروش. اون حداقل های کارگران گاوار هم نمیخوان تو مملکت، میرن جنس رو میخرن میارن میفروشن، این میشه بخر بفروش. یا اینکه یه جنسی رو میخرن نگر میدارن مثل مسکن مثل جای دیگه سرمایهشون رو اضافه میکنن. شما راهکار رو گفتید، به نظر من حکومت یک اپوزیسیون قلابی به اسم اصلاح طلب در درون و خارج هم الان یه سری فرستاده درست کرده که بگن اینها هستن، باید ساختار حکومت تغییر بکنه. من اینو همیشه میگم، ممنونم، باید حکومت عوض شه. ممنونم که اومدین روی خط. ما تلاش میکنیم که از بحثای سیاسی دوری بکنیم. به قول فرهاد، آقای اعظمی همیشه میاد و بحثای اقتصادی در روی خط انجام میده. شما بیاین تجربتون رو بگین، نظرتون رو بگین، راهکارها رو بگین اگر چیزی به ذهنتون برسه. ممنونم. روزیدا مسعود از کاربران فیسبوک میگه منطقی ترین راه زدودن فقر انسانها به حد اقل رسوندن فرق بین انسانهاست. توبا میگه با از بین بردن نظامهای استبدادی و تقسیم عادلانه ثروت بین افراد جامعه و اشتغال زایی میشه فقر رو ریشه‌کن کرد. امیر از کاربران اینستاگرام روی خط معتقد یکی از مهمترین دلایل پیدایش فقر در جوامع نبود مدیریت در سطح کلان جامعه است. مدیرانی که به عقیده این کاربر میتونن کشور غنی از منابع طبیعی رو درگیر فقر کنن یا با مدیریت صحیح عامل موفقیت کشوری بشن که خیلی هم از نظر منابع طبیعی غنی نیست مثل ایران. هما میگه کشور ما خوشبختانه کشور ثروتمندیه، ولی متاسفانه مردمان فقیر و کم درآمدی داره و همه اینها از بیمدیریتی حاکمان قدرت نشأت میگیره. طلایی‌دار میگه به نظر من تنها راه ریشه‌کن کردن فقر اشتغال زایی صنعتی. علیرضا معتقد جمعیت زیاد، پایین بودن سطح آگاهی جامعه، خرافات و فقر فرهنگی از یک سو و فساد حاکمیت از طرف دیگه باعث به وجود آمدن فقر در جامعه میشه. شما چی فکر میکنین؟ به عقیده شما عامل اصلی پیدایش فقر چیه و چطور میشه باش مبارزه کرد؟ تماس بگیرین و نظراتتون رو با ما در میان بذارین. مسعود. آقای حسینی از کرج روی خط هستیم، بفرمی. من آقای دیرزمینش آقای رمانی. الو. بفرمی. درود بر شما جناب آقای سفیری. درود بر شما، بفرمایید آقای حسینی. از نواشیت میگم و از تمام پرسنل صدای آمریکا تشکر میکنم با برنامه خوبتون. چند مورد هست که در این چیز دخیل هست. یکی این مذهب هست که مردم رو دنبال مذهب کشیدن. شما نگاه بکنید در این عاشورا تاسوعا، ببین چقدر حیوان رو بیجان میکنن. آقای حسینی، من آقای حسینی اجازه بدین. آقای حسینی، ما اصلا موضوع برنامه‌مون چی مواردی نیست که شما تکرار میکنید. ممکنه که مصادیقی در ذهنتون باشه بگیم، ولی اجازه بدین که تذکر بدم هم به شما هم به بقیه بینندگان روی خط که به عقاید همدیگه احترام بذاریم، به ویژه در مورد مسائل دینی که برای خیلی ها خط قرمز هست. شما میخواین که در مورد علل فقر در ایران صحبت بکنید و در جهان حتی؟ بفرمایید. ارتباط ما با آقای حسینی قطع شد. مهدی از مشهد با اسکایپ روی خطیم، بفرمایید. مهدی از مشهد با اسکایپ روی خطیم. سلام به شما آقای سفیری. سلام به شما. خواهش. این فقر، اصلا فقر مختلفی داریم. اصلی ترینش مال حکومته. یعنی بخوام فقر رو شکن کنیم باید حکومت رو اصلا از بین ببریم. همه شخصی حکومته. من نمیدونم، زیاد فهم سیاسی ندارم، اما اینقدر میدونم که همه شخصی حکومته. ممنون، خدا نگه. ممنونم که اومدین روی خط. بله، نقش حکومت ها و دولت ها رو نمیشه انکار کرد. همین در شرایطی که ما با هم صحبت بکنیم، ونزوئلا به عنوان یکی از صادرکنندگان نفت در جهان در شرایط بسیار اسفباری به لحاظ اقتصادی به سر میبره به دلیل برنامه‌های غلط اقتصادی که اجرا کرده. بیننده برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا هستیم. به پایان نیمه اول برنامه رسیدیم، تا آغاز نیمه دوم همراه ما باشید.
سیاست بیننده بخش فارسی صدای آمریکا باشید. فرارو، برنامه‌ای درباره تکنولوژی، اقتصاد و مدیریت. دوشنبه تا پنجشنبه 20:30 به وقت ایران، 12 ظهر به وقت واشنگتن. با فیسبوک نظرات رو ادامه میدیم. حمید از کاربران فیسبوک میگه اگر جنگ افروزی رو تموم کنیم فقر هم خود به خود ریشه‌کن میشه. مهرداد میگه 25 مهر هر سال که از راه میرسه روز ریشه‌کنی فقر در تقویم ارزندام میکنه تا شاید اندکی فکر و ذهنمون رو به قشر ضعیف جامعه معطوف کنیم و دریابیم که فقر و محرومیت همچنان در جامعه بیداد میکنه. در جمهوری اسلامی بخشی از جمعیت به طور رسمی فروش کلیه و قرنیه چشم و نوزادان رو آگاهی میکنن تا از گرسنگی نجات پیدا کنن. انحطاط بشریت تا به کجا خواهد رسید؟ اما از کاربران اینستاگرام روی خط معتقد ایجاد فرصت‌های شغلی و همسان کردن حقوق کارگران و کارمندان با شغل‌های مشابه و جلوگیری از اختلاس و چپاول و قطع حیف و میل ثروت کشور تحت عنوان جنگ افروزی در کشورهای دیگه با عنوان کمک و جلوگیری از واردات بی‌رویه و کمک به خانواده‌های بی سرپرست و با سرپرست زنان و همینطور گسترش بیمه‌های سلامت و بهداشت و قطع یارانه افراد ناشایست و ترویج امکانات تحصیل برای افراد بی‌بضاعت با دادن یارانه آموزشی و جلوگیری از سودجویی افراد سودجو از اقداماتی که میتونه در کاهش فقر کمک کنه. مسعود فردین از سنندج روی خطین، بفرمایید. باید سلام و خسته نباشید خدمت خانم ایراندوست و زحمتکشان برنامه روی خط شبکه صدای آمریکا. آقای سفیری اگه اجازه بدید من یه شعری رو در مورد فقر آماده کردم. خب اگه اجازه بدید میخواستم بخونم. آقای فردین از زمان خودتون استفاده میکنین، عذرخواهی میکنم، بفرمایید. ببخشید. زیر خط فقر تو نان و پنیری خورده ای، کودکت را دست خالی سوی دکتر برده ای. زیر خط فقر در سرما شبی خوابیده ای، دست پینه بسته یک کارگر را دیده ای. زیر خط فقر در درماندگی خندیده ای، با شدت عزت نفست مدام زنگیده ای. زیر خط فقر در سطح دوباره گشته ای، با خجالت و نداری سوی خانه رفته ای. زیر خط فقر با فقر تفکر ساختی، زیر دست قدران زندگیت را باختی. چشم امیدی زیاری خلایق بسته ای، حس نودی از تضاد طبقاتی خسته ای. زیر خط فقر از پل تو خودکشی کرده ای، زیر دست کارفرما حس نودی فردی بسته ای. ممنونم که اومدین روی خط. ببینید سپاسگزارم، میایین تجربه نظر خودتون رو میگین، اما میشه از این فرصت استفاده کرد و در واقع راهکار داد. مهمترین پرسش که شاید بشه مطرح کرد اینه که نقش شهروندان چیه. اگر دولت یکم بره کنار و فرصت بده که بخش خصوصی بیاد و توان خودشو و انرژی خودشو بذاره چی؟ آیا تولید شکل نمیگیره؟ اصولا ساختار اقتصادی ایران آماده پذیرش یک چنین حضوری هست یا نه؟ سهراب از ایران با اسکایپ روی خطین، بفرمایید. سهراب از ایران با اسکایپ. سلام، خسته نباشید. بفرمایید. من قبل از برنامه مقاله جوزف استیگلیتز برنده جایزه نوبل اقتصاد سال 2001 را میخوندم که در مورد بدتر شدن وضعیت اقتصادی آمریکا نسبت به 25 سال پیش و کمتر شدن درآمدش شهروندان نسبت به 40 سال پیش اشاره کرده بود و آمریکا اقتصاد دولتی فاسد دونسته بود. در حقیقت گفته بود که این یه نوع سیستم، در حقیقت نوعی بردهداری مدرنه که افرادی در این سیستم میخوان با انحصار امکانات و فقر دیگران دنیا را کنترل کنند. من فکر کنم تا این وقتی سیستم کاپیتالیستی حاکم باشه بر اقتصاد جهان، شما لطف ببینید این مطالبی رو که می‌فرمایید کجا مطالعه کردین؟ من در مورد مقاله ترامپ از کجا آمد. خیلی خوبه که اینقدر اهل مطالعه هستین. بفرمایید مشکل اقتصادی ایران چیه؟
چون که شما در مورد گفتی روز جهانی فقرزدایی، بله روز جهانی فقرزدایی شامل ایران نمیشه. این تصاویری رو که میبینین همکارانم پخش میکنن اینجا ایرانه. ببینید منظورم اینه که اجازه بدین راحل بگین. شما راحل در مورد اقتصاد اصلا آمریکا بگین. موافقی؟ راحلش گفتم که اینی که اقتصاد کاپیتالیستی باید حذف بشه. اقتصاد کاپیتالیستی باید حذف بشه. اقتصاد ایران مشکلش چیه؟ شما فکر کنم گفتید روز جهانی فقرزدایی، منم یک راحل جهانی گفتم براشون. پس بنابراین شامل اقتصاد ایران هم میشه؟ بله میشه. یعنی به نظر شما اقتصاد ایران الان کاپیتالیستیه؟ اقتصاد ایران نه کاپیتالیستی نیست، ولی چون آقای روحانی واقعا فکر چشمش به دست اینه که آمریکا واقعا برای ما راه حل ایجاد کنه، فکر کنم دچار فقر است. ممنون که اومدین روی خط. آقای غلامی از اصفهان روی خطین. آقای غلامی بفرمایید. سلام علیکم آقای سفری. سلام بر شما. خسته نباشید آقای سفری. ببخشید من 60 سالمه. ما به خاطری که 10 دولت تو ایران داریم، بسیج برای خودش، سپاه برای خودش، همه پولا را برای خودش گرفتن که فقر رو ما تا یه دولت داشته باشیم همین آش و همین کاسه. هیچ وقت هم عوضی میشه، مردم هم روز به روز بلچه بدتر میشه. منه که 60 سالیمه، 3 نوه دارم، 3 قالو رفتم 6 دنبال، 1 و نیمه دنبال شده بسیستی رفتم، به من گرد ریختم به حساب و دروغ میگن، تمامش با دروغ و نیرنگ. آقای غلامی فکر میکنید که اگر که بخش خصوصی فعال بشه ایجاد اشتغال بهتری میشه؟ بله بهتر میشه، ولی اجازه نمیدن دولت، یعنی دولت اجازه نمیدن. تو ایران 10 دولت، یه دولت که نی، اگه یه دولت هم بود باز بهتر میشد. به محصه که میخواد روحانی کاری بکنه جلوش میگیرن، رو تون رو جلوش میگیرن، اجازه نمیدن. خود خامنه ای هم جلوش میگیره اجازه نمیدید. این است که منی که 60 سالی من زالا در بدارم، مثل من زیاد هستن که اینجوری در بدار باشم. تا این وضع و این حکومت سر کار است، محال ممکنه ایران خوب بشه. ممنون اومدین روی خط. ممنونم. روزیتا. یکی از کاربرانمون به نام حاتم در فیسبوک میگه انسان همیشه با امید زندگی کرده و با امیدواری به آینده نظر میکنه که ای کاش قدرتمندان اندکی از انسانیت بو برده بودن و به فکر انسانهایی باشن که سر در گریبان فقر دارن. و میگه از دیرباز در تمامی ملل و کشورها مشکل دارا و ندار وجود داشته، خواهد داشت، اما هر کس در حد توانایی خودش باید در جهت رفع این موزل قدم برداره و اقدامی بکنه. میگه مسئله من کشوریه که سیاست خودش رو بر پایه حکومت اسلامی و به نام علی نهاده، ولی هر روز شاهد از همگسیختگی خانواده ها به خاطر فقر، فحشا، فروش اعضای بدن و غیره هستیم. و میگه آری میشه فقر و فلاکت رو در همه جا از بین برد، اگر و تنها اگر حکومت هایی به وجود بیان که از انسانیت غنی باشن. سید محمد میگه در هر کشوری سرمایه و ثروت خرج تولید و اشتغال بشه و بیکاری از بین بره، مطمئن باشید دیگر ارزش ها پدید میاد. تحصیل، رفاه، فرهنگ، رفع فقر در پی خواهد داشت. ولیکن میگه سیاست های خصمانه ای وجود داره که میل به رفع فقر رو منتفی میکنه و فقر باعث عقب موندن جامعه و همینطور زمینه ساز سوء استفاده از اون کشور میشه. چپاول ثروت، استفاده از افراد ناآگاه در جهت منافع عده ای خاص از مسائلیه که به رشد فقر در جامعه کمک میکنه. منتظر شنیدن نظرات شما هستیم. تلفن برنامه رو فراموش نکنین. 202-260-7110. حامد از کرج و اسکایپ روی خطیم. حامد از کرج بفرمایید. درود خدمت جناب سفیری. بفرمایید. سلام، وقتتون بخیر. سلام بر شما. من تشکر میکنم از دوستان که بنده رو بالاخره وصل کردن. جناب سفیری، من از سیاست چیزی نمیدونم، بحث سیاسی هم نمیخوام بکنم. لطفا اجازه بدید عرایض بنده تمام بشه. بفرمایید. متشکرم. عرضم به خدمتتون که در ایران روز جهانی فقر هستش. در ایران تا زمانی که دولت به فکر بقای خودش باشه، باید مردم رو فقیر نگه داره، باید فقر رو در خانه تک تک مردم حاکم بکنه. اگر مردم به مساوات
به درآمدهای این کشور دست پیدا بکنن، مطمئن باشید حکومت از بین میره، حکومت‌ها از بین میرن و بقای هر حکومتی به ثروتشه که نباید به دست مردم بیفته. در ایران وقتی که مردم رو با حقوق حد اکثر 1.5 میلیون تومان در ماه میخوان نگه دارن، که حالا خیلی هم همین رو ندارن و هزینه هاشون فراتر از 3 میلیون تومان در ماه هستش، قطعا اون اشخاص فقیر خواهند بود. ما اگر 75 میلیون نفر در ایران جمعیت داشته باشیم، مطمئن باشید بیشتر از 1 میلیون نفر پولدار نیستن. شما چندین سال در ایران نیستید جناب سفیری و بقیه دوستان و خیلی های دیگه که از ایران رفتن. در ایران باید مردم رو از نزدیک ببینید. در ایران فقر اقتصادی حاکم نیست، فقر عقلانی هم حاکمه و مردم هم خودشون این فقر عقلانی رو دارن. این مسئولینی هم که توی بالا دست میشینن، اینا همشون از مردم هستن. اینا یه زمانی من بودم، بزرگ شدم، به من رأی دادن، رفتم شدم نماینده مجلس، رفتم شدم شهردار یه منطقه‌ای، رفتم شدم رئیس یه سازمانی. تا حالا فکر کردین که اگر که اجازه بدید حامد، اگر که جای یکی از تصمیم گیرندگان باشی، با این اطلاعاتی که میدی، خودت درگیر این پدیده هستی به تعبیری و میبینیش، چه راه حلی ارائه میدی؟ واقعا فکر میکنی که راه حل این مشکل چیه؟ جناب سفیری، ما در ایران تمام مسئولینمون، اگر من هم مسئول یک قسمتی بشم، افکار مریض هستش. افکار شخصی که پشت میز اداره‌ای در ایران میشینه بابت قانونگذاری، بابت تعیین یک مسئله‌ای، افکار مریض هستش. در سازمان خصوصی سازی کی نشسته؟ یکی از همین آقایون نشسته، میخواد یک ارگانی رو خصوصی بکنه، میخواد مخابرات رو خصوصی بکنه، میده به پسر خودش، به نوه خودش، به اقوام خودش که بر اونا سلطه داشته باشه. هیچ وقت مردم عادی رو ببینید، در ایران متخصصین در رأس کار نیستن، پایین دست هستن که اگر احساس خطر شد از طرف اونا که میخوان یک حرکتی رو بزنن، میخوان یک اقتصادی رو به جلو ببرن، فلفور اونا رو بشونن سر جاشون. تا زمانی که این حاکمیت بر ایران وجود داشته باشه، شما مطمئن باشید ایران تا ابدالدهر فقیر خواهد بود. ایران منابع خوبی داره، یک کشور منابع محور هستش. هر کس به منابع نزدیک باشه در ایران وضعیت خوبی داره، هر کس که از این منابع دور باشه، مطمئن باشید تا آخر عمرش تو همین فلاکت باقی خواهد ماند. کشورهای اطراف ما رو ببینید، شما میفهمید راجع به ایران فقط اومدی روی خط، چون فرصتمون کمه با شما خداحافظی میکنم. آقای ایرانی از ایران روی خطین، بفرمایید. سلام. سلام بر شما آقای سفیری. تا زمانی که مردم آگاه باشند و دولتی روی کار بیاورند که اون دولت بخواهد فقر و از جامعه ریشه کن بکنه. اگر که آقای ایرانی، اگر که این فرض شما رو بپذیریم، شما انتظار دارین اون دولت چه کاری انجام بده؟ خب ببینید، شما الان در دنیا خیلی کشورها هستن که منابع گازی و نفتی و این همه منابع زیرزمینی که ما داریم در کشورمون ندارن، ولی در تراز اول اقتصاد جهان هستن. شما ببینید، ژاپن و آلمان در جنگ جهانی دوم با خاک یکسان شدن، ولی الان این دوتا کشور با صنعتشون تقریبا میشه گفت که دنیا رو اشغال نظامی، نه اشغال اقتصادی کردن، حتی کشوری مثل آمریکا رو. یعنی شما تو خیابانش نگاه کنید، اکثر ماشین‌هاشون ماشین‌های ژاپنی یا آلمانیه. ممنونم آقای ایرانی از اینکه اومدین روی خط. به هر صورت اختلاف نظر در این زمینه زیاده. باز هم تاکید میکنم، کارشناسا اعتقاد دارن که اگر دولت‌ها فرصت‌های برابری رو میخوان قائل بشن و با فقر مبارزه بکنن، یکی از راه‌ها اینه که از خود شهروندا کمک بخوان، بخش خصوصی رو فعال بکنن، اما با رعایت انصاف. یعنی اینکه بخش خصوصی دستش باز نباشه که هر کاری هم میخواد انجام بده. بیننده برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا هستین. تا چند دقیقه دیگه هم برنامه ادامه داره، هنوزم میتونید بیاین روی خط همراه ما باشید.
فارسی، اینستاگرام صدای آمریکا. فیسبوک شروع میکنیم. علی از کاربران فیسبوک میگه در کشوری که این همه اختلاس و فساد دولتی صورت میگیره و صدایی از مردم در نمیاد، روابط جای ضوابط رو گرفته، روزنامه نگاران در زندان هستن و اختلاسگران بر سر کار، چه توقعی دارین؟ میگه هنوز بسیاری هستن که فکر میکنن روحانی در طول این مدت کوتاه میتونه مملکت رو گل و بلبل کنه، ولی یک بار شده همین منتقدین بپرسن احمدی نژادی که با بی برنامگی ها و بی مسئولیتی ها عامل بسیاری از بی‌نظمی ها و مشکلات اقتصادی بوده کجاست و چرا پاسخگو نیست. کاربر دیگه این به نام علیرضا میگه در هیچ جایی نمیتونیم فقر رو ریشه کن کنیم، باید ببینیم تعریفمون از فقر چیه. متاسفانه در ایران تقسیم عادلانه ثروت نداریم، نگیم همه به یک اندازه، میگیم عادلانه و ساده ترینش حقوق کار. واقعا چرا با نرخ تورم نباید حقوق کار رو همگام کنیم و ببینیم معاش یک خانواده ای که کارگر هست آیا با حقوق 1 میلیونی میتونه جوابگوی همه نیازهاش باشه. نیما در چت برنامه معتقد عدم آگاهی انسانها عامل اصلی بروز فقره و میگه باید سیاستگذاری های دولتی تغییر کنه و سیستم آموزش و پرورش مفیدی به وجود بیاد و راهکارها باید تغییر اساسی داشته باشه. مسئول عرفان از تهران با اسکایپ روی خطین، بفرمایید. عرفان از تهران، سلام آقای سفیری، خسته نباشید. سلام بر شما، بفرمایید. آقای سفیری، ما دو جور فقر داریم، یه فقر فرهنگی و اجتماعیه، یه فقر مادیه. بعد عرضم به حضورتون اگه بخوایم از بحث فقر فرهنگی و اجتماعی نگاه کنیم، باید ببینیم که ساده ترین مسائل فرهنگی با وجود ادعای تمدن چند هزار ساله هنوز تو ایران جا نیفتاده. وقتی شما مثلا میرید توی پارک میبینی مردم آشغالاشون رو دستشون نمیگیرن، از آشغالی میندازن توی زمین. این خب یکی از ساده ترین بر این نکته مهمیه. اگر موافقی بپردازیم به بحث اقتصادی، فرصتمون هم خیلی کمه. ببینید اگه بخوایم بحث اقتصادی رو در نظر بگیریم، باید ببینیم که یه مثال سادهش کشورهای خاورمیانه و کشورهای آفریقاییه که با وجود منابع سرشار طبیعی مثل نفت و گاز و طلا و حالا کشورهای حالا زیادتر، میتونیم بگیم که اینا علت عقب افتادگیشون فقر کارفرمایان ها هستن. یعنی کسایی که تو رأس کار هستن آدمای بی سوادن، آدمایی هستن که اطلاع ندارن، زیاد سعی میکنن از اون منابع موجود توی اون کشور به نفع خودشون استفاده کنن تا به نفع بقیه مردم اون کشور. ممنونم که اومدین روی خط. آقای حسینی از گیلان روی خطین. آقای حسینی فرصتمون هم کمه، بفرمایید. با سلام، خسته نباشید. ممنونم شما و همکاران. می‌بخشید من می‌خواستم خواهش کنم صحبت منو قطع نکنید، چون یه بار من قبلا صحبت کردم نشتونستم کامل حرفامو بزنم در یه برنامه دیگه. می‌خواستم من بگم که متأسفانه مردم ما همه برعکس فکر می‌کنن. یعنی ما باید تمام ریشه فقر رو در ایران باید اون برای آب ببینیم. متوجه شدیم چی گفتم؟ بفرمایید یعنی نظرتون. که جان بفرمایید. یعنی اینکه ببینید الان میان برنامه ریزی میکنن برای کشور ما. ما در انقلاب، چرا ما انقلاب کردیم؟ به خاطر اینکه وضعمون خوب بشه از همه لحاظ. خب زمان شاه ما بالاترین درآمد سرانه رو داشتیم. اگه شاه مثلا مونده بود الان وضعمون این بود. خب حالا انقلاب شد، خب مردم ما خواستیم انقلاب کرد، ولی الان برای ما برنامه‌ریزی میکنن کشورهای غربی. یعنی میان در خاورمیانه این جنگ هایی که الان هستش، این مسابقه تسلیحاتی که الان هستش،
و ما مجبور میشیم بیایم هزینه ها رو همه رو ببریم روی تسلیحات برای موشک برای چیزای دیگه. ما هم میخوایم قوی باشیم، در نتیجه برمیگرده به چی؟ کل مملکت، و باعث میشه که فقر در همه جا چی بشه؟ نمایان بشه. من میخوام از مسئولین کشورمون بخوام که بیان سرمایه گذاری به جایی که برن رو تسلیحات بکنن، اصلا به دنیا اعلام کنن آقا ما مثل سوئیس اصلا با هیچ جای دنیا ما مشکلی نداریم، و ما بیاییم تمام سرمایه همونو بذاریم تو کار تولید. با توجه به این منابع خدادادی که ما داریم، ما میتونیم بالاترین کشور از اونجا درآمد سرانه باشیم و بهترین وضع رو مردممون داشته باشن. ولی متاسفانه میبینیم اونا برای ما برنامه‌ریزی میکنن غربیا، و اینجا مسئولین ما هم مجبورن چیکار کنن؟ بیان برن تو قسمت تسلیحات بیشترین هزینه ها رو. ممنونم مایه حسینی از اینکه اومدین روی خط، فرصتمون داره به پایان میرسه. روستای فرصت کوچیکم برای کامنت ها داریم. حتما همین رضا میگه فقر بیشتر میشه به برمیگرده بیشتر به صفتهای انسانی مثل خودمحوری و طمع که در حکومتهای خودکامه نمود پیدا میکنه، وگرنه حکومتهایی که بر اساس دموکراسی و فرهنگ جامعه محوری عمل میکنن شاهد چنین شکافهای طبقاتی نخواهند بود. کاندرو از کاربران فیسبوک هم معتقده تا زمانی که انواع حکومتهای دیکتاتوری بر سر کار هستن و اذهان عمومی در اسارت تفکرات باطل و خرافات فقر هم بیداد خواهد کرد، راه رهایی از چنگال فقر فرهنگ سازی و آگاهی رسانی و مبارزه با فقر باید به صورت فرهنگی بشه. و ایرج میگه با توزیع درست و انسانی ثروت‌های ملی هر کشور، سرمایه‌گذاری برای تغییر زیرساخت‌های کشاورزی، صنعتی و خدماتی، داشتن نقش فعال و سازنده عموم طبقات اجتماعی در سرنوشت اجتماعی خودشون از طریق تشکل‌های سازمان‌ها و همینطور احزاب مستقل و مدافع حقوق مردم میشه تا حدودی فقر رو ریشه کن کرد. مثلا کامران از کرمان با اسکایپ روی خطین، بفرمایید. سلام آقای سفیری، خسته نباشید. ممنونم، بفرمایید. به نظر من حالا که فقر وجود داره ما باید دست به دست هم بدیم این فقر رو از بین ببریم. مثلا من خودم برای همسایه‌هام در حد توانم باید احتیاجاتشون رو برطرف کنم. شما که اونجا هستیم برای ببینید اجازه بدین این همیاری خیلی خوبه. ما برنامه داشتیم در مورد احسان و نیکوکاری، ولی صحبت های شما مغایره برنامه امروز ما هست. اینه که من از شما خداحافظی میکنم، فرصتمونم کمه. محمد از کرج روی خطین، بفرمین. سلام علیکم جناب سفیری. سلام بر شما، خسته نباشید، شب روزتون بخیر. در رابطه با بحث فقر زدایی، تا زمانی که دولت بستر کار و تولید را برای بخش خصوصی فراهم نکنه و درهای بسته را بر سر راه به حساب خصوصی سازی انجام باز نکنه و بخش خصوصی نیان در عرصه تولید شروع به فعالیت نکنن، و تا زمانی که کارخانه ها پس از دیگری بسته بشه، ما فقر همچنان به قوت خودش فقر باقی خواهد موند. و البته ما اینی که بگیم ریشه کن بشه فقر در کره زمین همیشه هست و خواهد موند آقای سفیری، ولی میشه کم و زیادش کرد و این فقر رو به حداقل و حداکثر رسوند. و اگر بخش خصوصی دولت بیاد یه برنامه بیاندیشه و تولید ناخالص رو دراشو باز بکنه، تولید رو بخش خصوصی بیاره که در رابطه با دولت و دولت نقش نظارتی داشته باشه، ما فقر رو در سطح جامعه قطعا کم خواهیم داشت. ولی متاسفانه بر اثر عدم سوء مدیریت در بخش تولید که تمام کارخونه ها یکی پس از دیگری بسته میشن، متاسفانه ما فعلا دچار همچی عارضه ای هستیم. و امیدوارم که مدیران لایق بیان سر کار و مدیران متخصص بیان و یه فکری رو در رابطه با بخش تولید و کار، تا زمانی که کار و تولید با هم باشن فقر هم. ممنونم محمد از اینکه اومدین روی خط. جعفر از چهار محال روی خطین، یک دقیقه تقریبا فرصت داریم، شاید هم کمتر، بفهمید. با عرض سلام، بفرمایید. فقر اقتصادی رهاورد فقر فرهنگی است در جامعه ایران. جناب آقای سفیری، ما تا لباس عوام را و تقلید را از تن در نیاوریم و لباس معرفت و بصیرت نپوشیم راه به جایی نبریم. علت فقر در ایران قشریش برادران است که در یک دست اسلحه و در دست دیگر جنس قاچاق دارند. اما چه باید کرد؟
باید با زر و زور و تدبیر و متولیان آن مبارزه کرد و از طرفی عرفان، برابری، آزادی و حامیان آن را حمایت کرد تا از این مهلکه نجات پیدا. ممنونم از اینکه اومدین روی خط. من از آقای حریری از اصفهان و حسن هم از مشهد باید عذرخواهی و تشکر کنم که فرصت نشد بیان روی خط، اما خبرهای پربیننده در شبکه‌های اجتماعی. جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رئیس قوه قضاییه که خواستار نقض حکم زندان نرگس محمدی فعال مدنی و رسیدگی دوباره به پرونده او شدن یکی از پرمخاطب‌های شبکه‌های اجتماعی بوده. در این نامه اشاره شده به شرایط وخیم جسمانی خانم محمدی و همینطور محرومیت ایشون از دیدار با فرزندانشون. در بخشی از این نامه اومده صدور احکام اینچنینی برای منتقدان به نتیجه جز بالا بردن هزینه انتقاد سالم نمی‌انجامد و موجب دوری منتقدان از کشور و حاکمیت و رکود جامعه خواهد شد. اما همین مطالب واکنش تعدادی از واکنش نمایندگان تعداد بسیاری از فعالان فضای مجازی رو هم در بر داشته، بهش واکنششون دادن. بسیاری اسامی نمایندگانشون رو که در لیست امید بوده و در زیر این نامه امضا نکردن رو نام بردن و نظر دادن درباره حس مسئولیت و میگن کاربری مثلا به نام آدم ناسازگار توییت کرده و میگه تنها اتفاق خوب مجلس دهم همین نامه دادن تعدادی از نمایندگان شجاع برای نرگس محمدی بود. حسین خطاب به یکی از اعضای فراکسیون امید به نام حسین زاده توییت کرده کاش شما هم به عنوان عضوی از فراکسیون امید به همراه دیگر نمایندگان مجلس نامه درخواست تجدید نظر حکم نرگس محمدی رو امضا می‌کردین. نسرین توییت کرده کاش لیست وظایف و مسئولیت و فعالیت‌های انجام نداده نمایندگان هم به قلم می‌اومد، مثلا عارف و کواکبیان که نامه نرگس محمدی رو امضا نکردند. آرش بهمنی هم از کاربرانی بوده که توییت کرده میگه مدت ها بود که از این دست اخبار نداشتیم، اینکه نماینده های مجلس به رئیس قوه قضاییه درباره یک زندانی سیاسی نامه بنویسن. مسعود: بله، شما ورزش میکنی؟ نه، ورزش به معنی تحرک نه، یعنی ورزش. برنامه روزانه داریم، برنامه هفتگی داریم، چیکار میکنی؟ میدونستین 40% از ایرانی ها 40% از ایرانی ها بی تحرک هستن و در این بین سهم زنان بیشتره. منتظر نظرات شما هستیم. شما ورزش چه سهمی از فعالیت روزانتون رو در بر میگیره؟ 202-382-7205. تا فردا شب. شب بر همه شما خوش. روز شبتون خوش. صدای آمریکاست.